صبحتان بخیر و ساعت دوم برنامه صبح و زندگی باز هم خوش آمدین. ساعت دوم برنامه همچنان با ما همراه باشین. داشته های جالب امروز هم در بخش سینمایی، ورزش و تکنولوژی از برنامه صبح و زندگی داریم. مهمانای عزیزی که با ما در برنامه می باشن. اما در روز پنجشنبه قرار داریم و هر روز پنجشنبه مهمانای عزیز با ما هست. در رابطه با بحث های حقوقی و بحث های فامیلی همیشه صحبت هایی داشتن. محترم عبدالغفار کامیاب امروز هم در رابطه با چهار مسئله خیلی جالب میخواین بحث بکنن که علمیت همه ما نسبت به این مسائل خیلی کمتر هست و اصلا نمیفهمیم چقدر میتونه بالای زندگی زن و شوهر تاثیر بگذاره از نگاهی حقوقی و از نگاهی قانونی و همچنان از نگاه اسلامی چه میتونه جایگاهی داشته باشه. چهار واژه خیلی جالب: لعان، ایلا، ظهار و قذف. ببینیم اینا همشون چی هستن و استاد امروز از جمله اینها کدامش رو مورد بحث خود قرار میده. استاد خوش آمدین به صبح زندگی. صبح شما بخیر. تشکر. سلام خدمت شما و خدمت همکارای معززتان و احترام ویژه بر تمام مسلمین عزیز و هموطنانم که در افغانستان و بیرون از افغانستان هستند. آرزو دارم که جور و صحت و سلامت باشین. سلامت باشین. چهار واژه جالب را استاد نام گرفتین شما برای ما که امروز روش بحث صورت میگیره. لعان، قذف، ایلا. حالا میشه در رابطه با اینا برای ما معلومات بدین که اینا چه هستن؟ قسمی که از روز اول بحث کرده آمدیم از خواستگاری آغاز شد و تا به تفریق قضایی رسیدیم. بحث مرتبط به تفریق قضایی یا مطالبه طلاق توسط خانم، شاخصهای مربوط به این بحث ظهار، لعان، ایلا و یک مقدار هم قذف است که اینا همشان سر رابطه زوجیت و پیوند زن و شوهر فوق العاده اثر گذار است. حالا این اثرشان چگونه هست؟ میایم امروز چون واژه هایی را که ذکر کردیم در برنامه گنجانیده نمیشه که روش بحث شود و هر کدامش یک مبحث فوق العاده زیاد فقهی و قانونی است. امروز ایلا را بحث میکنیم که ایلا چی است و اثرات ایلا بالای پیوند نکاح و اثراتش بالای رابطه زوجیت چی است. اساسا مثل که طلاق رابطه را از بین میبره بین زن و شوهر، خلع از بین میبره و مطالبه تفریق قضایی هم یکی از رابطه هایی که اثرگذار است ایلا است. ایلا واژه عربی است، در لغت به معنی قسم خوردن است. قسم خوردن؟ بله، به معنی قسم خوردن. بعضی اوقات است که زن و شوهر در خانه بدون از اینکه این پیوند بفهمند که چقدر باریکی ها داره، اساساً پیوند زنان شوهری را میگم، به اعمال، کردار و رفتار دست میزنن که از لحاظ شرعی و از لحاظ حقوقی اصلا جواز نداره که با او مسائل پرداخته شود. مثلا شوهر با خانم خود مزاح میکنه یا قهر میشن یا مثلا یک رابطه پیدا میشه که یک دو سه روز بین از اینا رابطه شکررنجی واره، یک کم واره، بله، به نوع یکی دیگر صحبت نمیکنن. بناگهانی از دهان شوهر قسم میبره، قسم یاد میکنه و میگه که مرا به خدا قسم باشه، با می الفاظ البته یاد بکنه، که دیگه با تو همبستر نمیشم، دیگه با تو نمیشینم. و همین قسم خود را تکرار بکنه، یک دفعه باشه، دو دفعه باشه، همین لفظ از دهانش بیرون شود که بگویه ای خانم قسم به خداست که تو برای اینقدر مدت همبستر نمیشم. این فقط یک بار باید بگوید یا بار چند بار بگوید؟ چند بار اگر بگوید داله برای گفتن است، خلاص. فقط گفتن از دهانش برای این مسئله سبب میشه از لحاظ شرعی و فقهی که شخص چهار ماه در عدت قرار بگیره. اگر در طول چهار ماه شخص قسم خورده با خانمش مراجعه کرد و دوباره رجوع کرد، همبستر شدن، رابطه زوجیت محفوظ میمونه و هیچ وقت باطل نمیشه. یا قسم میخوره که به خدا قسم است تا ما حج نرفتیم، تا ما بر تو موتر نخریدیم، تا ما خانه نگرفتیم، دیگه که همبستر نمیشه. این قسم خوردن لفظ عادی و ساده نیست. باید اگر چی امتناع از عمل معاشرت جنسی باشه قسم بخوره و چی با یک متای قسم بخوره که رو برای خانم خود خیرداری میکنه یا برای خود یا برای فامیل و با خانم خود یک جا نمیشه، اساسا خانم متضرر شده. در این قسم خانم متضرر است. بله. میتونه که اقامه دعوا بکنه و برای بر پیشگاه محکمه بگه که شوهر با ما اینقدر وقت است همبستر نشده. و به این اساس ارگاه در طول چهار ماه شخص قسم خورده رفت تکلیف روشن ساخت و با خانم خود همبستر شد و خانمش شد و اینا شوهرشان شدن، اساسا مسئله ایلا از بین این روشن شدن قضیه چگونه؟ فقط همبستر میشن؟ نه، فقط مهم بلد. همبستر شدن، مهم همبستر شدن. که شخص قسم را خورده او را به جای بیاره. اگر قسم خود را به جای نبیاره
رابطه به اساس نظریه احناف مستقیم طلاق با این است. طلاق با این واقع میشه. مالکی ها میگن که طلاق با این نیست، باید درجات قرار بگیره. اما جمهور علما به این نظر هستند که شخص قسم خورده در طول مدت 4 ماه باید عاجل رجعت بکنه و دوباره با خانم خود یک جا شوه. رابطهشان رابطه زوجت است، طلاق واقع نمیشه و فقط کفاره قسم بر بالایش واجب است. یعنی به عنوان یک جزا قسم خوردن بر مرد یک کفاره داره که اگر خواسته باشیم کفاره را جزایش هم بس میکنیم. بسیار خب، حالا وقتی یک شخص دوباره میره نزد خانم خود میخواد دوباره با این همبستر شود، شرایط بر ازی ذکر شده که آیا بره از خانم خود معذرت خواهی بکنه نخیر. یا به نحوی نکاح مجدد بکنه یا موضوعاتی که اینا ذکر بکنه؟ نخیر، هرگز این مسئله مطرح نمیشه. اما اگر از 4 ماه یک روز هم بالا گذشت، بین زینا طلاق باین واقع است، نه طلاق رجعی. طلاق رجعی خب برجعت دوباره وصل میشه، اما طلاق باین مجددا اینا باید برن نکاح بکنن، مجددا باید مهر تعیین بکنن، شاید تشه. اما در ایلا فقط و فقط در مدت 4 ماه شوهر باید به خانم خود نزدیک شوه و رابطه زوجیت دوباره مستحکم بسازن، اینا زن شوهر شوند. در غیر از او از 4 ماه که تیر شد بین از اینا طلاق باین واقع است. آها بسیار خوب. حالا صد بحثی که شما کردین خیلی جالب بوده. در این جریان شخص میتونه ادعای عزیزی بکنه که من قسم را که یاد کرده می شود به سبب ازی باشه که من قهر باشم، من عصبانی باشم یا نیت من اصلا همچون چیزی نبوده. اینجا نیت شخص هم بالای تاثیر داره. یکی از ارکان مهم در قسم خوردن یا در ایلا ای است که شخص واجد شرایط نکاح باشه. واجد شرایط طلاق باشه. واجد شرایط فسخ باشه. واجد شرایط مسائل زوجیت باشد. اگر عاقل بود، بالغ بود، هوشیار بود، مجنون نبود، معتو نبود، دیوانه نبود، عقل خود زائل نکرده بود، وقتی صلاحیت طلاق دادن را داره به این معناست که شخص هوشیار است، دیوانه نیست، لوده نیست، کوچگشت نیست، ولگرد نیست. هرگاه صلاحیت طلاق دادن نداشت به این معناست که این شخص عقلش زائل است، به لفظ حقوقی مجنون است و بعضی ها مجنون گفتن خیلی خوش داره که مجنون بویش بسیار خوش میشه. اتشانه خودم بالا بالا مندازه اگر بفهمم که مجنون چی معنا. این مجنون حتما هم مجنون لیلی و مجنون شاید هم تو فکر کرده باشه. اما اگر کسی را بگوی مجنون هستی خیلی خوش میشه، اگر معناش بفهمم مایه سرشکستگی است برش. بنابراین اگر شخص واجد شرایط طلاق و نکاح و مهر و ایگپا باشه، ایلا هم اثر میگذاره بالاش و شخص میتونه که ایلاش صحت داشته باشه. هیچ عذر معقول پنداشته نمیشه برای از اینکه قسم یاد کرده باشه. بله. چون کفاره هم بر بالایش واجب است. بله. زمانی که قسم میخوره شخص اساسا باید یک غلام آزاد بکنه کفاره ایلا. یک غلام آزاد بله. بکنه. یا یک غلام آزاد بکنه. امروزه که غلام نیست، اگر غلام نیست مادلش 10 نفر در یک روز تعام بده یا 3 روز متواتر. فقط یک وقت تعام بدن بله. یا مکمل یک روز. باز فرق میکنه، نظر علما فرق میکنه. یک وقت نان دادن بسیار سخت ساله. بله. تو بچی خاصا که تو 100 نفر یا 10 نفر رو بیاری برش نان مکلف بدی. کار آسان نیست. یک خوراک نان در بازار به انصافی 500 افغانی است فعلا. اما نان بسیار به مقدار هم که باشه و کیفیت پایین 300 افغانی. بنان بر 10 نفر 3000. 3000 افغانی در شرایط امروز پیدا کردن 10 افغانی خیلی سخت است و مصرف کنی 3000 4000 بسیار گپه کلان است. یا روزه گرفتن است که آدم باید روزه بگیره. چند روز استاد روزه بگیره؟ اساسا بعض جمهور علما میگن که یک ماه روزه بگیره متواتر. متواتر که در حقیقت اونمو متواتر بودن روزه یک جزای کلان است که بر بالای شخص قسم خورده که اساسا ایلا است بالاش مرتب میشه. و هرگاه قسم قسمی باشه که دال بر عدم رابطه زوجیت نباشه، یعنی مثلا اینا هدفشون رابطه زوجیت نباشه که او را قطع بکنن، باز مشکل نیست. اگر شخص پیش خود اراده کرد، در داخل خود تصمیم گرفت به عنوان عنصر مادی عملش، اساسا ایلا ثابت است و یادم از رهگذر قسم خوردگی شامل کفاره و شامل نصاب قسم خوردن داخل میشه. بنابراین هدفش حتما باید ای باشه که با خانم خود هم بستر نشه. و غیر از این مسئله هم بستر شدن دیگه مسئله مهم نیست و مسئله یک مطرح کردیم
بالاش مرتب نمیشه. آها بسیار خوب. موضوع خیلی جالب را استاد شما بحث کردین. حالا میخوایم پیامتان را داشته باشیم به فامیلای عزیز، به زنان و شوهرانی که امروزه از طریق تلویزیون جهانی آرینا برنامه صبح زندگی شما را تماشا میکنن و اکثرا متوجه از این مسئله نشدن که چقدر ایلا میتونن از نگاه قانونی و اسلامی بالای زندگیشون تاثیر داشته باشه. همین گونه که مسائل خیلی باریک است، از این کده رابطه زن و شوهر هنوز باریک است. زن و شوهر باید کوشش بکنن در زندگی مشترکشان، چی شوهر یک خانم داره، چی دو خانم داره، چی سه خانم داره، چی چهار خانم. اساسا رابطه بین همشان رابطه زوجیت است. اگر احیانا برای از بین بردن رابطه زوجیت قصدن اقدام میکنن، راه های شرعی از طریق قانون وجود داره، اما هیچ نوع نافهمی، نادانی و عدم موجودیت علم رابطه زوجیت از لحاظ حقوقی و اسلامی نزد اشخاص عذر پنداشته نمیشه. بله. اگر فردای اینا با جنجال مواجه میشن و ما با محاکم میرن، قاضی عذرشان قبول نمیکنه، به خاطر که قانون اسلام، نظر شریعت اسلامی به خیر پیروانش است. بله. اسلام همیشه خیر پیروان خدا میخواهد. به می اساس ما از عزیزا تقاضا دارم که رابطه زوجیت را با عنوان یک رابطه فوق العاده اساس نزد خود مستحکم داشته باشن، تا نشه خدای ناکرده این رابطه به بحران بکشه و هر طفلی که از رابطه زوجیت نامشروع به دنیا میایه، اونا باز حلال گفته نمیشن. بله. باز اونا رابطه شان رابطه خود بود که هم در آخرت جزا داره و عاقبت سخت در پی داشته خواهد بود و هم در دنیا. سلامت باشین، تشکر از اینکه امروز وقتتان برای ما دادین و معلومات کافی در این مورد ذکر کردین. مهربان هستم.